وقت بخیر به خبر ساعت 6 خوش آمدید. امروز دوشنبه 19 سرطان سال 1402 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 10 جولای سال 2023 میلادی. در نخست سرخط مهمترین خبرها، تاکید پاکستان برای از بین بردن TTP از سوی افغانستان. آصف دورانی میگوید که حکومت افغان باید در از بین بردن تحریک طالبان پاکستانی قاطعانه عمل کند. توصیه های افغان ها تا برگزاری نشست بزرگ سازمان ملل. آگاهان امور میگویند که امارت اسلامی باید تا برگزاری نشست در پالیسی های خود از سر غور نماید. و کشته و زخم برداشتن بیش از 15 تن در نتیجه دو حمله جداگانه در آمریکا. بول هم مشروع اخبار، من نیلوفر سروری هستم. تا زمانی که تحریک طالبان پاکستانی نابود نشود، پاکستان نمیتواند از تلاش های افغانستان مطمئن گردد. مقامات پاکستانی میگویند که یگانه نقطه اختلاف میان پاکستان و افغانستان تحریک طالبان پاکستان است و حکومت افغانستان باید برای از بین بردن این گروه اقدام قاطعانه انجام دهد. اما تحلیلگران نامنی در پاکستان را نتیجه سیاست های این کشور میدانند و میگویند که برای جبران آن تلاش میکنند تا افغانستان را گرم نمایند. از سوی دیگر، حکومت وجود گروه های مسلح در افغانستان را رد می کند و می گوید هیچ خطر از سوی افغانستان برای هیچ کشوری وجود ندارد. در حالی که حکومت سرپرست بارها موجودیت گروه های مسلح در افغانستان را رد کرده، اما اخیراً نماینده خاص پاکستان برای افغانستان بس در مورد TTP یا تحریک طالبان پاکستان را تنها مسئله پاکستان در افغانستان خوانده است. او در یک مصاحبه تلویزیونی گفته زمانی که تحریک طالبان پاکستان وضعیت خود را به عنوان یک گروه مسلح از دست داده و نابود شود، می توانست تلاش های حکومت سرپرست افغانستان علیه تحریک طالبان پاکستان اطمینان داشت. او د کیو هلل روچی د افغان حکومت دی هغه داسې ګامونه به اخلي چې TTP نیوټرلایز کړي، او که TTP دلته راځي خو په کار دی چې هغه قانون مطابق د قانون چوکاټ دننه چې دی هغه راسي، او چې کومه مقدمه دی هغه د سره مخامخ سي او خپل جوابونه ورکړي. هرچند گزارش های مبنی بر بی‌اعتمادی میان افغانستان و پاکستان منتشر شده است، اما درانی میگوید که به دلیل نزدیکی اقوام نزدیک خط دیورند، تجارت دو جانبه و رفت و آمد مردم، روابط دو کشور با هم بسیار نزدیک است. او صلح و ثبات در افغانستان را مهم میداند و میافزاید که افغانستان صلح‌آمیز تنها به نفع پاکستان نه، بلکه به نفع همه کشورهاست. د پاکستان و افغانستان یو د بل سره یو سیمبایوتیک ریلیشنشپ لري، یعنی لکه د ګوته صدانوک نسی جدا کېدی، دغه خبره ده. خو او دی کې دا یو بیخي یونیک ریلیشنشپ دی، یعنی دا شی تاسو د افغانستان ګاونډ کې وګوري چې کومه تګ و راتګ پاکستان او افغانستان منځ کې دي، هغه تګ و راتګ ایران او افغانستان یا ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان یا چینا سره د هغوی نسته. در همین حال حکومت سرپرست افغانستان اظهارات وی را رد کرده و بار دیگر بر موضع قبلی خود در خصوص عدم موجودیت گروه های مسلح در افغانستان تاکید دارد. اول خدا باید واضح کړي په افغانستان کې هیڅ ډله د TTP په شمول باندې فعالیت نه لري، نشتون لري. او اسلامي امارت خپل موقف او پالیسي له مخې زخم هیڅ چاته اجازه نه ورکوي په افغانستان کې د نورو هیوادونو د امنیت د تعدید په هدف باندې فعالیتونه ترسره کړي. بنان اسلامي امارت لکه څنګه چې خپل ځان لپاره، د خپل هیواد لپاره سوله او ثبات او امنیت غواړي، همدارنګه د سیمې او د منطقې د هیوادونو په ځانګړې توګه د همسایه هیوادونو لپاره. تحلیلگران امور نیز آخرین اظهارات دورانی را نامناسب میدانند و میگویند که ناامنی کنونی در مناطق تحت کنترل پاکستان مسئول سیاست های نادرست این کشور است و به باور آنان پاکستان تلاش دارد تا با یافتن یک توجیه کاذب افغانستان را مقصر آنها بداند. ورستیو که پاکستان که نامنی دی پاکستان دی خپلو بدمرغ استراتیجی و پالیسی و پایلت کوم سیدوی پتیرو دری لسیزو که پسیما که دی ترهگری دی ملاتر و خلوی که دی سیم دی نامنی سخه په استفاده باندې د خپل ملي ګټو لپاره خوندیتوب لپاره کار اخیست. واقع دا ده چې د دوړ هیوادونو ترمنځ بې باوري ډېره زیاته ده. افغان حکومت
په دې باور ده چې پاکستان د دوی لپاره داعش روزي او د دوی مخالفین تقویه کوي او د دوی سره واقعي همکاري نه کوي تر څو چې د بې اعتمادي د منځه وړ نه شي د ټي ټي پي ستونزه به هم وي د داعش ستونزه به هم وي. پیش از این سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان در سفر خود به اسلام آباد به دولت پاکستان پیشنهاد مذاکره با تحریک طالبان پاکستان را داده بود، اما پس از آن وزارت خارجه پاکستان از مذاکره با گروه مذکور خودداری کرد. در نشست آینده دوحه حکومت سرپرست باید در مورد مسئله به رسمیت شناسی به جهان قناعت دهد. کارشناسان نشست آینده دوحه در مورد افغانستان را فرصت خوب برای بحث روی موضوع به رسمیت شناسی می دانند، اما تا برگزاری آن خواهان یک سلسله تغییرات در تصامیم سوی حکومت سرپرست هستند. آنان می گویند که امارت اسلامی باید تا برگزاری نشست مذکور روی برخی از پلیسی های خود که فرارای تعامل قرار دارند تجدید نظر نماید. قرار است تا اواخر سال روان میلادی یک نشست مهم درباره وضعیت افغانستان در دوحه قطر برگزار گردد. هرچند آجندای اصلی این نشست مشخص نیست، اما ممکن حالات سیاسی روان افغانستان، بررسی چگونگی پالیسی ها و سیاست های حکومت سرپرست با جامعه جهانی و موارد مهم دیگر از موضوعات مهم مورد بحث در این نشست باشد. تعامل با جهان و به رسمیت شناسی از جمله نیازهای امارت اسلامی است که بعد از سپری شدن نزدیک به 2 سال هنوز هم آن را کسب نکرده است. کارشناسان میگویند که اگر حکومت سرپرست واقعا میخواهد بحث به رسمیت شناسی را از دست ندهد، پس باید تا برگزاری نشست سازمان ملل روی برخی از تصامیم و پالیسی های خود تجدید نظر نماید. دو غوندو که باید امارت اسلامی کافی اندازه تجربه لري، دوی باید متوجه شي چې نړیوال مشروع غوښتنې څه دي، او دا لوبې چې تر نن ورځې پورې امارت اسلامي په افغانستان کې کړي دي او د هیواد راتلونکي د تورې تیارې سره مخامخ ده. د نجونو مکتبونو، د نجونو پوهنتون او د میرمنو کار مسله ده، او د دوی ټول دارو مدارو دا ټوله سیاست په میرمنو باندې څرخیږي، چې دا نه د انساني لحاظه او نه د اسلامي لحاظه هیچ چاته دی منولو ورد نده. با توجه به این مورد، بدون روابط دیپلماتیک با کشورها، داد و ستد اقتصادی و روابط سیاسی رسمی، تعامل دشوار است و افغانستان به عنوان جزء از صنف کشورهای جامعه جهانی نه تنها این که از این امر مستثنا نیست، بلکه بیش از همه به آن نیاز دارد. آگاهان امور می گویند حکومت سرپرست مجبور است برای تغییر وضعیت سیاسی و بیرون شدن از انزوا به خواسته های مشروع جهان و مردم پاسخ مثبت بدهد. لنجوا څخه د افغانستان راوتل نړۍ سره مثبت تعامل او د افغانستان د اوسني امن او اقتدار څخه د افغانستان د هیلو لپاره استفاده په دغه برخه کې پکار ده چې د افغانستان واکمن حکومت جدي سیاستونه تر لاس لاندې ونیسي، د سیمې او نړۍ سره معقول تعامل وکړي، او بین هر کې دا د نړۍ مسؤلیت هم ده چې د افغانستان مورد باندې له سیاسي کاري څخه له سیاسي دولتسازۍ څخه تیر شی در وطن داخلی استقلال و بهنی سیاست احترام ولی. در خواستهای تغییر سیاستهای حکومت سرپرست، تجدید نظر روی تصامیم اتخاذ شده رسمیت شناسی و تعامل با جامعه جهانی حالا به طور مداوم تکرار می شود. با این حال برخی از آگاهان امور برای نشست که قرار است در دوحه برگزار شود امید ندارند و آن را مانند سایر نشست ها به نتیجه می خوانند. آنها فشارهای جامعه جهانی بر حکومت سرپرست را به نفع سیاستهای روان امارات اسلامی می دانند. منطقی نداره که طالبان چرا این اطاف نشان نمیدن، چون این خواستای نامعقول، نامشروع، غیر اسلامی نیست. بنابراین تا زمان که امریکایی ها فشار واقعی بر طالبان نگیره، طالبان حاضر نیستند که این اطاف پذیری کنند، نرمش کنند و خواستای جامعه جهانی را بپذیرند. و حتی در جلسه دو هم اگه اشتراک کنند از اینا دعوت شود، چون تا هنوز هیچ نشانه دیده نمیشود که طالبان نرمش نشان میدن. درخواست های تغییر پالیسی امارات اسلامی در حال مطرح می شود که به تازگی سرمنشی سازمان ملل نیز دیروز روی تجدید نظر بر فیصله ها و ادغام امارات اسلامی با جهان تاکید کرده است. با این حال توماس نیکلسن نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان هم پیش از این گفته بود که اتحادیه اروپا نمیخواهد افغانستان را منزوی نماید، اما در صورت تداوم سیاست های کنونی به رسمیت شناخته نخواهد شد.
دوام تصمیم اتخاذ گردیده در مورد دختران فاصله حکومت و مردم را افزایش خواهد داد. با گذشت بیش از 650 روز هنوز هم در به مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم تام رسانی مسدود است و با درخواست های مکرر در این مورد هنوز هم نشانه از تغییر در این فیصله ها رونمان نگردیده است. اعتقاد بر این است که دوام تصمیم در مورد تعلیم طبقه اوناس دختران را برای آیندهشان نگران می سازد. 658 روز سپری می شود که مکاتب دختران تا امر رسانی هنوز هم مسدود باقی مانده است. حکومت در آن زمان و اکنون از تغییرات در نصاب و محیط مسئول سخن زده بود و اطمینان سپرده بود که این تصمیم کوتاه مدت خواهد بود. اما با گذشت این زمان حکومت هنوز هم به مردم و متعلمین پاسخ ارائه نکرده که چه زمانی در به مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم باز خواهند شد. امارت اسلامی افغانستان باید جواب قاطع به مردم افغانستان بدهد. چی وقت، کدام تاریخ مکاتب پانتولها را باز میکنه و یا مردانوار بگوین که هیچ واده، مردم منتظر جواب هستند. چه شد؟ قرار است چه شود و دختران افغان به آینده خود چگونه میبینند؟ بسته بودن مکاتب و دانشگاه ها برای دختران سبب بی‌سرنوشتی آینده دختران افغانستان گردیده است و ما پیامدهای منفی یک چنین تصامیم به جنبه حاکم را با افزایش سطح بیماری های روحی و روانی، آمار خودکشی ها و سطح ناامیدی ها در میان زنان و دختران افغانستان می توانیم شاهد باشیم. در مورد این تصامیم به سطح بین المللی و داخلی درخواست های تجدید نظر بارها مطرح شده است، اما حکومت با واکنش در برابر آن همیشه گفته است که این فیصله کوتاه مدت می باشد. آگاهان امور می گویند که ماهاست دختران از تعلیم محروم شدند و اگر این وضعیت تداوم نماید جبران آن در آینده دشوار خواهد بود. بسته ماندن مکاتب دختران مثل یک جام زهر است که بر افغانستان نوشانده شود و 10 سال بعد از مادر بی سواد بچه بی سواد هم بار می آید و افغانستان تبدیل می شود یک مملکت دست نشانده. امارات اسلامی همواره در واکنش و پاسخ به موضوع تعلیم دختران می گوید که تصمیم مذکور پس از برابر شدن محیط مسئول تغییر خواهد کرد. اما با این همه درخواست می شود که مقامات باید در مورد تعلیم دختران برای مردم پاسخ قناعت بخش بدهند تا سبب افزایش فاصله میان مردم و حکومت نگردد. آثار باستانی که هزاران سال قدامت تاریخی دارد در معدن مس عینک لوگر دریافت شده است. مسئولین میگویند که این آثار قبل از میلاد در جریان استخراج معدن دریافت شده و تلاش دارند تا آن را به طور مسئول انتقال و نگهداری نمایند. از سوی دیگر سخنگوی وزارت معدن و پترولیم میگوید که قرار است شرکت قراردادی معدن قشقری تا پایان سال روان میلادی 16 چای جدید نفت را حفر کند. در جریان استخراج معدن مس عینک لوگر آثار باستانی دوره قبل از میلاد دریافت شده است. وزارت معدن و پترولیم میگوید که این آثار تاریخی 2024 سال قدامت تاریخی دارد که در جریان استخراج یافت شده است. به گفته سرپرست وزارت مذکور این آثار تاریخی جلو استخراج مس عینک را گرفته و تلاش میگردد تا با هماهنگی وزارت اطلاعات و کلتور آثار مذکور به یک مکان مسئول انتقال و نگهداری گردد. 2040 کال مخکې دی هغه وخت آثار دلته پاتې دي، یعنی د عصبي کال نه 100 کاله مخکې د آثار دلته تاریخ لري. نو موږ داسې یو هغه پیدا کوو چې لاره پیدا کوو چې دا په داسې طریقه نقل شي، محفوظ شي، په موزیم کې یا په نورو ځای کې خوندي شي تر څو پورې د ساحه د کال لپاره آماده شي. به گفته مسئولین وزارت معدن و پترولیم بعد از بیرون نمودن این آثار تاریخی پلان دارند تا امورات استخراج این معدن را به زودی آغاز کنند. در همین حال سخنگوی وزارت معدن نیز میگوید که قرار است شرکت افچین قراردادی معدن قشقری تا پایان سال روان میلادی 16 چاه جدید را حفر کند که با استخراج آن سطح روزمره تیل به 1000 تن برسد. سکل میسکل میلادی کال پجریان کې و هلته 15-14 نورې څاګانې هم فعال وکیندل شي چې په دې سره بزمنګه تولید استخراج ظرفیت هغه زر ټنه تولل شي. مس عینک و قشقری دو ذخیره حوزه نفتی هستند که سوی دو کمپانی بالای آن سرمایه گذاری صورت گرفته است. به باور کارشناسان اقتصادی دلیل عدم سرمایه گذاری شرکت های خارجی بالای ذخایر معدنی محدودیت هایی هستند که سوی جهانیان بالای سیستم اقتصادی افغانستان اعمال گردیدند.
له بده مرغه چې زمنګ هیواد په رسمیت پیژندل شوی نه دی او موږ سیستم د بند دی او همدار از یعنی هیڅ یو هیواد د دې جرات نشي کولی د دې ریسک نه اخلي چې راشي په افغانستان کې پانګه واچوي او ویله تعمیل همدا ده چې رسمیت پیژندل او سیستم د بانکي خلاصېدل ډېر ضرور اړین دي او د دې فرصت د دې چانس نه فعلا د چین هیواد استفاده کوي او د لړۍ روانه کړې ده. بر بنیاد یافته های وزارت معدن و پترولیم، نفت خام استخراج شده از معدن قشقری از سوی شرکت های افغانی به طور معیاری پروسس و به بازار عرضه می گردد. اعمال محدودیت ها، عدم برسمیت شناسی و فشارهای مشابه دیگر نتیجه نمی دهد. کابل می گوید که خواهان تعامل نیک با همه بشمول آمریکا است، اما این حق افغان ها است تا نظام آن برسمیت شناخته شود و موانع فرارای آن نیز از میان برداشته شود. آگاهان می گویند که اعمال فشارهای جهانی بالای افغانستان غیر قانونی است و حکومت سرپرست که جغرافیا را به دست دارد باید برسمیت شناخته شود. موقف جهان در برابر افغانستان با گذشت هر روز شدیدتر می شود و روی دوام محدودیت های سیاسی و اقتصادی تاکید بیشتر صورت می گیرد. اکنون حکومت افغان می گوید که به شمول آمریکا خواهان تعامل نیک با تمام کشور هاست و این موقف نظام افغانستان است، اما اعمال فشار نتیجه نمی دهد و باید از میان برداشته شود. امارت اسلامی می گوید که دوام محدودیت های وضع شده، عدم برسمیت شناسی و فشارهای مشابه با آن نتیجه نمی دهد و بهترین خواهد بود که جهان راه را برای تعامل باز نماید. ذبیح الله مجاهد میگوید این حق ملت افغان است که تا حکومت و نظام آن به رسمیت شناخته شود و در حفظ ثبات همکاری صورت گیرد. د اسلامي امارت شعار هم دغه د زموږ د ټولو هیوادونو سره ښه تعامل غواړو، مثبت او د درناوي ډک تعامل، او د جنگ د وخت صفحې باید بدلې سي، د همکارۍ په صفحه باندې واوړي. اسلامي امارت د ټولو هیوادونو په شمول د امریکې غواړي ښه تعامل ولري او دا د ټول جاتو په خیر. اعمال د فشار لکه څنګه چې تل کال نظامي فشار نتیجه ورنکړه، سیاسي فشار هم نه ده ورکړی او دغه د بندیزونو دوام هم نتیجه نه ورکړې دی. عدم پیژندلو یا پرسمت پیژندلو یا مخنیوی د پیژندلو دا هم نتیجه نه ورکوي. ښه دا داسې یو کار وروسته کېږي، اوس وسي دا د افغانانو حق ده چې باید نظام په رسمیت ومنل سي، همکاري ورسره وسي، د هېواد د آبادۍ او د ثبات ساتلو سره همکاري وسي او یا اقلا د مانع ایجاد نه سي. در عین حال کارشناسان میگویند که در عقب اعمال فشارهای جهانی انگیزه های سیاسی نهفته است و این گونه فشارها هیچ جنبه قانونی ندارد. اعتقاد بر این است که نظام فعلی افغانستان بالای تمامی افغانستان حاکمیت دارد و جغرافیایی را به دست دارد و ملت هم با آن است. پس جهانیان باید بدون اهداف سیاسی حکومت افغان را به رسمیت بشناسد. دی افغانستان اسلامی نظام باندې فشار د نړیوالو لخوا ټول سیاسي موخې لري، حس علمی، اکادمیک او قانونی برخه نلری، ځکه د افغانستان نظام په یو جغرافیه باندې حاکمیت لري، په دې جغرافیه کې ولس لري، حکومت او قوانین لري. د نړیوالو قوانینو تر سوری لاندې دغه نظام باید په رسمیت وپیژندل سي. طرف افغان و کشورهای منطقه و جهان باید روی بیرون ساختن افغانستان و افغانها از حالت روان برای تعامل انحطاف نشان دهند و وضعیت را تغییر دهند. باور این است که با این امر خواسته ها و ارزش های افغان ها هم مد نظر و به نگرانی های جهان هم نقطه پایان گذاشته خواهد شد. دی افغانستان وضعیت تا و دی خلق و حالت تا پکتو یا وزینه حلاره چه دی سیمه هوادونه و نریواله طولنه او د افغانستان اوسنی حاکمانی غور کړی، هغه یو منځنی خط د تعامل دی. په هغه کې باید د افغانستان د خلکو غوښتنې او ارزښتونه هم په پام کې ونیول شي او هغه اندېښنې چې نړیوال یې د اندېښنو په توګه مطرح کوي هغې ته هم باید ځوابونه پیدا شي. نو زه فکر کوم چې دا کار باید په ډیپلوماتیکه ژبه باندې وشي او له ډیپلوماتیکو لارو وشي. دا یوازینۍ حل لاره ده او معقوله حل لاره ده. در کل باور این است که اگر تمامی طرف ها در موقف های خود تغییر نیاورند و آماده گفتگو از چینل های دیپلماتیک نگردند، پس مشکلات حل نگردیده و جهان همین گونه در نگرانی ها و ملت افغان در انزوا باقی خواهد ماند.
صدها خانواده در بغلان احتیاجات روزمرهشان را با صنعت قالین بافی مرفوع می‌سازند. 500 خانواده که در این ولایت مصروف قالین بافی هستند، اما اتحادیه قالین بافان انتقاد می‌کنند که برای فروش قالین بازار مناسب ندارند. مسئولین محلی می‌گویند که از روی مؤسسات تلاش می‌نمایند تا مشکلات قالین بافان را حل کنند، اما اطمینان می‌دهند که اکنون به این صنعت نسبت به گذشته رشد زیاد داده شده است. 500 خانواده در ولسوالی های مختلف بغلان مصروف صنعت قالین بافی هستند، اما اتحادیه قالین بافان در این ولایت ادعا می کند که بازار قالین از هر زمان دیگر خراب شده و آنان از این صنعت عاید کمی به دست می آورند. زنانی که مصروف صنعت قالین بافی هستند انتقاد می نمایند که با کیفیت عالی قالین تولید می کنند، اما شماری از شرکت های فعال در این بخش قالین های تولید آنان را با بهای پایین خریداری می کنند که این امر سبب شده تا صنعتکاران قالین عاید کمی را به دست آورند. قالینی که ما می بافیم هیچ درآمدی درست نداره، خیلی هم نرخش پایین است که بازم مجبور هستیم شب ها روزها کار کنیم. این چند علمگی که می بافیم واقعا خیلی سخت است. هر دختری که می زندگی میکنم قالین بافی خیلی سخت است برش. دیگه از حکومت کمک کار داریم، دیگه هم پول قالین مرا کمک بالا ببره. دیگه بعضی وقتا 18 ساعت، بعضی وقتا 19 ساعت، از بالا نمیره. دیگه اما این پیسه مزی قالین مثلا اگر 18 ساعت به بگه 2000، اگر 2000 است بگه 2500، در شرکت بالا بگه پیسه اخینار میترانیش رو 2500 بیتی. آلی 18 ساعت، 17 ساعت، 19 ساعت، از اون بالا نیست. همین قالین چوبرنگ 1900 1800 است. دولت امارات اسلامی هم خواهش ممی است که باید توجه به مردم غریب باید کمک کنه. در همین حال اتحادیه قالین بافان بغلان نبود بازار مناسب و شرکت های مواد خام برای قالین را چالش بزرگ می دانند و خواهان الان از سوی مقامات حاکم هستند. بعد دولت شرکت ها را دعوت بکنن بیان این سرمایه گذاری بکنن که مردم به راحتی بتونن مواد خود از دستگاه خود از این یک متر قالین کار میکنه، موادش از کابل میاد. برای مردم سخت است، یک متر قالین در کابل 3000 پس در این 18 سال توزیع میشه. برای مردم نان مردم در راه گم میشه، مشکلات مردم در راه حل خراب میشه، مشکلات مردم حل نمیشه. این مشکلات مولوی عزت الله میرحقانی عامل ریاست اطلاعات و کلتور بغلان در کنار این که از آغاز تلاش ها برای حل مشکلات قالین بافان سخن میزند، میگوید که قالین در گذشته در پاکستان اما در حال حاضر در افغانستان پروسس گردیده و به کشورهای دیگر به نام افغانستان صادر می شود. جمهوریت بو وقت در غالی و با افغانستان که عبدل کدلی بیا دیو خانا نقل دلی کابل تا و لکابل نا پاکستان تا پاکستان بیا پروسس کولی و پاکستان پخپل مهر پخپل نمبانی نور حوادون تا نقل ولی. خو الحمدلله د امارت اسلامي دراتک سره د فتوحات نه راپدی خو غالی د افغانستان د افغانستان کې عبدل کیږي او عمدت پورس کیږي او د افغانستان په نوم باندې نور هیوادونو ته صادری. قالین از جمله صنعت قدیم ورزشمند افغانستان به شمار می رود که اکنون بسیاری از مردم در ولایت بغلان به دلیل بیکاری و حل چالش های اقتصادی به این صنعت رو آوردند. سرویس خبری ما دارم اینجا به پایان میرسه. سپاس شما و همکارانم، وقت بر شما خوش. الله نگهدار.